رابطه دلار با قیمت ها. آیا قیمت خدمات و کالاها با نرخ دلار کم و زیاد می شود؟ در ماه‌های گذشته بارها به موضوع گرانی و تورم پرداختیم و روایت‌های شما رو شنیدیم. بسیاری دلیل این گرانی‌ها رو حتی در مورد کالاهای ساخت داخل گرانی دلار می‌دونستند. پس قاعدتاً وقتی که نرخ دلار از اون قیمت‌های رکورد شکن و تاریخی فاصله گرفت و نسبتاً ارزون‌تر یا حداقل با ثبات‌تر شده، قیمت‌ها هم باید ارزون‌تر بشه. اما به نظر می‌رسه کاهش چندانی در قیمت‌ها که دیده نمی‌شه هیچ، بلکه در موارد زیادی باز هم افزایش قیمت رخ داده. پس من صحبت رو کوتاه میکنم و از شما میپرسم واقعا رابطه نرخ دلار با قیمت کالاها و خدمات در ایران چیه؟ آیا با کاهش نسبی قیمت دلار گرونی و تورم هم کاهش داشته؟ یه مروری بکنیم مثل هر شب راه های تماس با برنامه روی خط رو متنوع است و در تمام طول برنامه هم زیرنویس خواهد شد. 202-205-2654 شماره تماس ماست، اما اسکایپ هم داریم، پیامگیر اتوماتیک هم در نظر گرفته شده. ضمن اینکه میتونید در فیسبوک و اینستاگرام هم روی خط هم صدای آمریکا کامنت بذارید تا پایان برنامه و به توییتر روی خط ریپلای بزنید. همچنین اگر تلگرام دارید، صدای آمریکا فقط و فقط یک آیدی داره به نام سند وی او ای که از اون طریق تا 9 شب میتونستید فایل صوتی و تصویری بفرستید. الان دیگه فقط میشه که نظرتون رو بنویسید. من بهروز صمد بیگی هستم، همراه شما در برنامه روی خط. آقای محمد از اصفهان برنامه را آغاز می‌کنیم. آقای محمد سلام، شما بفرمایید که آیا بعد از اینکه دلار یه مقدار سر و سامون گرفت، از اون قیمت‌های خیلی نجومی فاصله گرفت، آیا شما شاهد ارزونی در هیچ کالایی، هیچ خدماتی بودید یا خیر؟ درود بر شما مجری عزیز و همه بینندگان و شنوندگان برنامه خوبتون. متشکرم، بفرمایید. عرض حضورتون میشه که نه، اگر این سوال از 100 نفر دیگه هم از کسانی که میان رو خط بپرسید، فکر نمی‌کنم هیچ کدومشون بگن. چرا؟ با بالا رفتن قیمت دلار، حتی 100 تومن، 50 تومن، همه چیزا، حتی چیزهایی که تولید داخله، ببخشید من با عرض معذرت از همه صنعتگران و تولید کنندگان داخل و با احترام به همشون، یه چیزی بود قدیما مادر بزرگای ما میگفتن، میگفتن تو ایران خیلی عوض میخوام فقط آفتابه بل ایران تولید میکنه، ولی الان وقتی میبینیم اونم با قیمت دلار میره بالا، وقتی قیمت دلار میره بالا میفهمیم که ایران همونم نمیتونه. یعنی میبینیم مواد اولیه‌اش همه وارداتیه، ولی همون چیزایی هم که مال داخله، ببینید تنقلات پسته، ببینید چه رشد قیمتی داشته، اصلا چه ربطی داره اون، ولی با بالا رفتن قیمت دلار اونام رشد میکنه، ولی با پایین اومدن قیمت دلار، حتی دلار مثل الان که از 18-19 هزار تومان رسیده به کانال 10-11 هزار تومان، نه تنها اونا پایین نیومده، بازم به صورت ساعتی، هفتگی، روزی داره رشد قیمتش رو انجام میده. خب این سرش چیه؟ این رمز و رازش در کجاست که با گرون شدن دلار گرون میشه، ولی وقتی ارزون میشه دیگه شاید ارزونی نیستیم؟ دوست عزیز، جناب آقای صمد بیگی، تمام اینها دست خود دولته. مردم تنها کاری که میتونن بکنن اون چیزهایی که واقعا نیاز نیست نخرن و با این کار میتونن مقابله کنن. یکیش نمونهش همین بنزینه. ببینید الان نفت ایران که تحریم صادراتش، اینا از نفتی که دارن با ارزش افزوده تبدیل به بنزین سفید، بنزین خودرو میکنن و داخل دارن فروش میکنن، بیش از اون چیزی که از نفت صادراتی دلار به دست میارن از خود مردم ایران دارن میگیرن، ولی مردم متاسفانه همراه شدن با این قضیه. مردم به خدا میتونن مصرف نکنن، کمتر بنزین بزنن، بیشتر سفرهای غیر ضروریشون استفاده نکنن،
اینی که شما فرمایید راهکار و دلیل و دلیل و ریشش چیه؟ ریشش خود دولته. دولت. ممنونم از شما آقای محمد. بذارید این پرسش رو با آقای یاسر از تهران هم در میون بذاریم. آقای یاسر، آقای محمد اعتقاد داشتن که این برمیگرده به دولت، این معادله که چرا وقتی دلار گرون میشه قیمت ها گرون میشه، اما وقتی دلار ارزون میشه دیگه قیمت ها ارزون نمیشه که هیچ، باز هم گرون تر میشه. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و آرزوی توفیق و سلامتی. اینجا جا داره از زحمات افشار عزیزم تقدیر و تشکر داشته باشیم و دستشو از راه دور به گرمای وجودش بفشاریم. فقط تقاضا دارم 10 ثانیه قبل از اینکه وقتم تموم بشه یادآوری کنیم که من جمع‌بندی کنم. بله، ببینید، درسته ریشه همه این مشکلات و این مسائلی که وجود داره هم دولت هم جهل متاسفانه آدم‌هایی که وجود داره. شما نگاه می‌کنید وقتی یک باری که گرون میشه یه علتی داره، یعنی این عرضه و تقاضا توازن وجود نداره و باعث تورم میشه. مردم اینجا اگر علم و آگاهی به معنای واقعی کلمه داشته باشن میدونن که اگر باری گرون شده به خاطر کمبود اون شرایط یا به خاطر اینکه نه مسائل جانبی وجود داره. شما نگاه میکنید وقتی رئیس جمهور میاد تو مجلس میگه به نمایندگان ما میگه که اگر من بخوام میتونم در عرض 2 هفته نرخ دلار رو بیارم پایین، خب پس این نشون از اینه که دست دولته و میشه این کار رو انجام داد. اما ریشه همه اونها فارغ از دولت، فارغ از جهلی که وجود داره، به خاطر اینکه اقتصاد کشور دست اقتصاددان نیست. ببینید هر مسئله ای رو باید اشخاصی اون مسئولیت رو بپذیرن که بتونن اون کار رو واقعا انجام بدن. اقتصاد کشور متاسفانه دست افرادی وجود داره، از اختلاس هایی که وجود داره، اختناق هایی که وجود داره، بی عدالتی ها. این شما نگاه میکنید این حادثه ای که برای دانشجویان پیش اومده، اگر رئیس هیئت امنای اون دانشگاه آقای ولایتی وقتی 37 شغل داره چطور میتونه وقت بذاره برای دانشگاه که بیاد این اوضاع رو سر و سامون بده؟ این واقعا ضایعه بزرگیه که متاسفانه وجود داره. صحبت های شما رو هم بشنویم. من پایان فقط این جمله رو میگم، ریشه همه این مشکلات جهل و نادانیه که متاسفانه وجود داره و علم و آگاهی تنها راهیه که میشه از این مشکلات با اتحاد و همدلی و همراهی به معنای واقعی کلمه بیرون اومد. ممنونم از شما. امشب فایل صوتی زیاد داریم، همین ابتدای برنامه میخوام یه فایل صوتی براتون پخش بکنیم با ذکر این نکته و یادآوری این خواهش، تکرار مکرر این خواهش که لطفاً بعد از 9 شب دیگه فایل صوتی و تصویری نفرستید مثل الان، چون دیگه نمیتونیم پخش کنیم. اولین فایل صوتی برنامه رو میشنویم، برمیگردیم همراه شما خواهیم. اینا کلن قیمت های دستوری زدن برای دلار، وگرنه اگه دلار اومده از رو 16 تومن اومده رو 10 تومن باید حداقل قیمت ها بیاد پایین. روزی که دلار 16 تومن بود مثلا مرغ حساب کنیم قیمت 1 کیلو مرغ 10 تومن 9 تومن بود، الان که دلار اومده رو 10 تومن مرغ کیلو 14,200 تومنه و خیلی چیزهای دیگه. نه اصلا فرقی نداشت، اینا کلن دستوریه. به نظر من و نظرهایی که در فضای مجازی خوندم فقط به خاطر 22 بهمنه که بریزن تو خیابون ملت و نمایشی که هر سال میذارن برای مردم و به قول معروف برای جهان که اقتدارشون رو نشون بدن، برای همین کاره که فقط دلار رو بیارن پایین. به خانم فریبا از مازندران سلام میکنم. خانم فریبا، در محل سکونت شما اوضاع به چه شکله؟ اونجا چیزی وجود داشته که ارزون تر بشه بعد از اینکه دلار از اون تب و تابش کم شد یا نه؟ اول سلام عرض میکنم خدمتون. سلام از انس، بفرم. و جواب این سوال شما خواسته خیره، اما اگه یه فرصت به من بدید قطع نکنید، بگید حرف هم تموم بشه. خواهش میکنم درباره موضوع باشه، حتما هستیم خدمتون. کاملا مربوط به موضوعه. من میخوام این سوال شما رو با یه جواب سوالی خدمتون عرض کنم. این دلار تو این کشور چجوری وارد میشه؟ کلا دست حکومته.
حکومت یعنی رهبر، تمام مجلسی‌ها، سپاه و اون ارتش و غیره و زاله. دلار تو جیب من و مستقیم تو خونه من و امثال من نمیاد. نفت صادر میشه، نمیدونم زعفرون، فرش، گاز مستقیم با دلار یا لیر یا هر چیز دیگه مستقیم میاد تو حساب حضرات. البته من با الفاظ دیگه میگم ولی چون تاکید دارید الفاظ دیگه به کار نبرید میگم حضرات. حضرات قلابی. و اینو بعد چی نرخ‌گذاری میکنه؟ خود همین حکومت. امروز دلار 10,000 تومان، امروز 5,000 تومان، فردا صلاح بشه 15,000 تومان، حسابامون خالی شده بشه 17,000 تومان. الان مردم باید بیان پای رای بیاد 4,000 تومان. نرخ‌گذاری دست حکومته، نه من نوعی و امثال من. پول رو کی چاپ میکنه؟ خود حکومت. این صرافی ها همه دست حکومته. ما چیزی تو این کشور به اسم آقای بهروز، به اسم خصوصی نداریم به هیچ عنوان. تمام کارخونه ها یه جوری سر از حکومت در میاره، تولیدی ها یه جوری سر از حکومت در میاره، همه جوره باج میگیرن، حق بیت، حق صدا و سیما، حق ارتش، حق سپاه، برای خودشون حق قائلن در حالی که باطل و کذبن. پس شما در واقع میفرمایید که کل این سیستم از اونجایی که حکومتی است و بخش خصوصی هم وجود نداره، اون سیستمه که تصمیم میگیره و تعیین میکنه که این تناسبا چطور برقرار باشه. اگر کسی بخواد تبعم نباشه، کسی که انسانیت و وجدان داشته باشه، آقا یه دلار یک تومان و سلام. کسی که این کارو میکنه خودشون باعث و بانی تورمن، خودشون گرونی به وجود میارن. البته معادلات اقتصادی خب فاکتورها خیلی مهمی داره که به همین راحتی هم نیست، اما خب لااقل سران جمهوری اسلامی نشون دادن که خیلی در بیشتر مواقع با علم اقتصاد سر سازگاری ندارن. ممنونم از حضور شما در برنامه. بریم و تلفن ها رو ادامه بدیم با صحبت های آقای علی از غرچک. آقای علی سلام. الو سلام. بفرمایید آقای علی. خوب هستی آقای صمدی؟ ممنونم. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز. آقای صمدی، در رابطه با این سوالتون، رابطه دو تا سوالی که انجام شده، می‌خوام اینو اول به شما بگم که دولت و متأسفانه بعضی از تاجرای خود، می‌خوام این کلمه رو بگم، حریصمون که دنبال منافع زیاد هستن مقصرن. البته دولت با خود تاجرم در ارتباطه، یعنی این دوتا معقوله جدا از هم نیستن، دستشون توی یک کاسه. حالا شما میگید رابطه نرخ دلار با قیمت کالا و خدمات در ایران چیه؟ من میگم با بعضی خدمات، با بعضی کالاها ارتباط داره، مثل خودرو، مثل دارو، ازم به حضور شما، مثل مواد اولیه در ارتباطه که تمام اینا بازم دست خود دولته. یا شما میگید با کاهش نسبی قیمت دلار گرانی تورم کاهش یافته؟ من میگم نه. شما ما چه چیزی کاهش یافته؟ دلاری که پارسال این موقع 4,000 تومان حدود 4,000 تومان الان چند شده؟ 12,000 تومان شده. کجاش کاهش یافته؟ خب کاهش که یافته، ولی حالا به قیمت قبلی برنگشته. خب همونو من دارم میگم، شما ببینید دید قبل رو ببینید. شما به نسبت 19 تومن بله کاهش یافته، ولی نه. خب حالا همون یه خورده که کاهش که پیدا کرده، چرا تو قیمت اجناس و خدمات تاثیر نداشته؟ حتی داره بعضیاشون گرونتر هم میشه. بله، به خاطر اینکه ما تاجرامون و دولتمون حریصن، دنبال پولن، منافع رو تو پول میبینن. اگه تاجر ما حریص نباشه، پسته رو 80% صادر نکنه به خارج، اول به شکم مردمش برسه، نمیشه تخمه آفتاب گردون 25,000 تومان. شما الان حرف قشنگ زدید، مبحث اقتصادی خیلی گسترده است، نمیشه باز کنید تو برنامه شما نمیگنجه. ولی من میخوام اینو بگم، خود کرده را تدبیر نیست، از ماست که بر ماست. ما خودمون دوست داریم اینجوری زندگی کنیم. ببینید مثلا میان میگن که آقا نخریم نخوریم، آخه این که نشد هر شما نخر نخور نگر نپوش، آخه این که نشد زندگی کردن، ما میخوام زندگی بکنم. بله، من این نکته مهم میست آقای علی، ممنونم از شما. بذارید این بحث شما رو با آقای مهدی از مشهد در میون بذاریم. آقای مهدی، آقای علی معتقد بود که هرس
تاجران و دولت باعث به وجود اومدن این وضعیت. بیننده قبلی میگفتش که اصلا همه چی دست حکومت و اوست که تعیین میکنه که وضعیت به این شکل باشه. شما چی فکر میکنید؟ این دلاره که تعیین میکنه قیمت ها و خدمات، قیمت کالاها و خدمات در ایران به چه شکل باشه یا یه فاکتور دیگه ای؟ سلام آقا بیروز، خسته نباشید. سلام، ممنونم از شما، بفرمایید. از روز مبارک، چون که دلار هیچ کاره هست آقا عزیز، فقط همه کاره دو یعنی حکومت همه کاره هست، گوش بکنید، دولت هم کاره نیست، دولت هم کاره نیست. حکومت هر زمان که دلار به اندازه کافی میخواد تو دست بال خودش باشه، کم داره، به دولت میگه آقا گرون کن، اینطور کن، اینطور، میگه بابا سرسه داره مردم در ایمان، میگه اونش با من، اونش با من، آقا تو گرون کن، من جوابشو میدم. تا گرون میکنه سرسه داره مردم در میاد، مردم میزن تو خیابون، پاسداراش میفته رو سر مردم، مردم سرکوب میکنن. به الله دلار هیچکار هست. شما بیدین دلار رسید تا 20 تومن، 20 خوردی هم رسید، اجناس گرون شد، ولی کن الان که اعلام کردن دلار 7 تومن یا نهایتا تو بازار 10 تومن، دیده اجناس گرونتر شده، پایینتر نیومده. پس شما میگید که اجناسش کدوم ارزونتر نشده؟ هیچی ارزونتر نشده، تازه گرونتر هم شده. بله. مثل جنسایی هست شرکتیه، مثل پنیر، مثل شیر، مثل چیز، اینا مثلا از سرش کم میکنن، گرونتر هم میکنن. مردم هر کسی که صداش در میاد میگه نخر آقا. ممنونم آقای مهدی از مشهد، لطف کردید. اجازه بدید سری به کامنت ها بزنیم، بعدش براتون فایل صوتی پخش خواهیم کرد. کامنت ها عموما مشابه همون صحبت هایی که تا الان مطرح شده. بیننده به ما نوشته دلار که گرون میشه جنس حتما میره پایین، ولی با پایین اومدن دلار معلوم نیست که بیاد پایین. خوب گفته کارشون کار کامپیوتره و میگه که الان قیمت طوریه که مردم نمیتونن جنس بخرن و در نهایت هم میگن که مردم به واسطه جهل بازیچه دولت شدن، اعتقاد ایشونه. اما بیننده دیگری هم برای ما از طریق تلگرام نوشته که اینکه کالاها به صورت انحصاری وارد به ایران میشه و بخش عمده ای از واردات رو به خودش اختصاص میده، به همین دلیل هست که گرونی همواره رو به افزایش داره و اشاره کرده که به نقش سپاه پاسداران در این موضوع. اما یه فایل صوتی دیگه بشنویم با ذکر این موضوع که من یادم رفت اول برنامه بگم. اون فایل صوتی که شنیدید از آقای محمد علی زحمت کشیده بودن از خور در استان فارس، اما فایل صوتی بیننده دیگری رو الان با هم میشنویم. نقش برابری نرخ دلار در برابر پول رایج کشورها همیشه تعیین کننده قدرت پول کشورها بوده و هست و ایران هم مستثنا نیست و با تحریم‌های اخیر و تکذیب‌های مکرر مسئولین در رابطه با افزایش نرخ دلار شاهد سقوط ارزش ریال بودیم و به تبع اون افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها و خدمات. ولی با توجه به اینکه توی این 2 ماه اخیر بانک مرکزی با تزریق دلار به بازار و سیاست‌های پولی خطرناک دولت به اصطلاح خودشون نرخ دلار رو کاهش دادن، ولی قیمت‌های خدمات و کالاها تغییر محسوسی ایجاد نشده و اگر هم شده به خاطر فشارهای دولت بوده، که این نشون دهنده اینه که بازار کاملا به این واقعیت واقفه که این سقوط ارزش دلار به خاطر فشارهای دولت نه رونق اقتصاد. آقای علی از ترکیه همراه ما هستند، بهشون هم سلام میکنم. آقای علی، شما فکر میکنید دلیل چیه که با گرون شدن دلار قیمت اجناس و خدمات هم گرون میشه، اما وقتی دلار تا حدی میاد پایین دیگه شاهد کاهش قیمت نیستیم؟ آقای علی، معاملات کالا به کالا در ایران با ریال، ظاهرا با ریاله، ولی عملا مدت هاست که تومان مطرحه، چیزی با ریال خرید فروش نمیشه. ببینید دلار یه واحد پولی بین المللیه که کشورهایی که معاملات داخلی دارن، میخوام صنایع بزرگ و امثال اون، اینا باید با دلار یا یورو یا پولای واحد کشورهای دیگه که رایجه باید داد صدق کنن.
اما جالب اینجاست، ببینید در ایران ما گویا واحد پول ایران تو دلاره. چرا؟ چون ما در تاریخ دیدیم دلار وقتی رفت بالا، سبزی کنار خیابون هم رفته بالا، تخمق هم رفته بالا، همه چی رفته بالا. ولی دلار که اومد پایین، هیچی پایین نیومد، نه تنها پایین نیومد بلکه بالاتر رفت. چرا؟ به خاطر اینکه اقتصاد مریضی داریم. ببینید در اقتصاد ما یه تولید داریم، یه عرضه، یه تقاضا و توزیع و کنترل. این پنج عنصر مهمترین مسئله ایه که میتونه قیمت کالا رو نظارت کنه. اما در ایران در تاریخ 40 سال نشون داده شده که تولید کننده متضرره عمدتاً و مصرف کننده متضرره. ایران تنها کشوریه که کشور دلالانه. این دلالانن که میان میخرن و عرضه و تقاضا رو نگاه میکنن و توزیع میکنن. و متاسفانه دولت، ببینید دولت اومده لایه داده به مجلس، 80% بودجه رو گذاشته به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، بقیه رو گذاشته برای خدمات و 40% گذاشته چی؟ از مالیات مردم. یعنی امسال سال 98 سال ریاضت و بدبختی مردم خواهد بود طبق این چیزی که دولت دلایه که دولت داده به مجلس. متشکرم. ممنونم از شما. برگردیم به تلفن‌ها و صحبت های آقای رضا از آبادان رو بشنویم. آقای رضا سلام، در شهر شما، در محل سکونت شما، آیا شده که جنسی، خدماتی، کالایی ارزون تر بشه بعد از اینکه دلار چند هزار تومانی ارزون تر شد؟ الو سلام. سلام به همه هموطنان ایران، همه دوستان، همه عزیزان. اولا من یه خواهشی دارم آقای صمد بگی، این که همه ایرانی ها سطحی فکر نکنن، کلی فکر کنن. ببینید ما همه ایرانی ها هموطنیم، ما اگر بخوایم شرایط عوض کنیم همه باید دست به دست هم بدیم. وقتی که معلم ها، وقتی که کارگر ها مشکلی براشون پیش بیاد، همه همدل بشیم، همه نگران باشیم، نگران همدردی کنیم. یه موضوع. ولی نه، به نظر من چه بیاد پایین بره بالا، این از لحاظ اقتصاد، از لحاظ امنیت، منی که سرمایه گذارم امنیت رو در خطر میبینم، حتی وقتی میاد پایینم باز در خطر میبینم، سرمایه گذاری نمی کنم. میگم وقتی اینجوریه قطعا به ضرر منه. شاید قشر پایین یه مقدار منفعت بده، ولی در دراز مدت اونم به ضررش. من نمیدونم، حالا شاید نظر من اشتباه، ولی قطعا به نظر من این در دراز مدت به ضرر هم است. بله، متشکرم آقای رضا از آبادان. ببینیم در مشهد وضع چطوره. آقای فرهاد از مشهد همراه ما هستن. آقای فرهاد، همین سوال رو از شما دارم، زمین که شما سلام میکنم، آیا شما شاهد هیچ ارزونی بودید توی مدت؟ درود بر شما، وقتتون بخیر. متشکرم آقای صمدی. ببینید شاهد ارزونی که قطعا مردم نبودن و نخواهند بود و 40 سال نیستن. یه ضرب المثل معروفی هست که میگه که مردم وقتی شکمشون زیره خوشی میزنه زیر دلشون. ببینید مردم زمان انقلاب شکمشون سیر بود و همه چیشون مهیا بود، برداشتن انقلاب کردن، این بلا رو سر ما آوردن. الان اینجوریه، بدتر نشون دادن که چقدر اینا پشت این نظامشون هستن. الان گرونی ها هست، مردم هم پشتن، ولی باز هم اینا پشت مردم هم، پشت نظامشون هم. بدبختی ما اینه که مردم ما گشنن، بلند نمیشن کاری بکنن. اگر خب شما هم جزو همین مردمی دیگه. حالا به جای اینکه قضاوت کلی و روایت کلی داشته باشیم، راجع به شخص خودتون صحبت کنید. الان شما مثلا باید چی کار بکنید وقت با این شرایط که توضیح میدین؟ نمیدونم، مگه من یه نفرم که بگم؟ خب اجتماع از جمع این تک نفرات تشکیل میشه دیگه. ما که نمیتونیم اینجا بیام راجع به کل مردم ایران صحبت کنیم. لااقل شما از طرف خودتون میتونید صحبت کنید. بعدن یه سری ها گفتن شما اومدین، حالا کاری به، حالا یه سری شبکه ها اومدن گفتن، یه سری از نمیدونم شخصیت ها اومدن گفتن این زمستون زمستون آخر ایناست، اینا 22 بهمن این سال. حالا میگم این اصلا موضوع برنامه ما نیستش، بحث آینده سیاسی ایران و مباحثی از این دست.
گاهی اوقات میپردازیم به اون مباحث. امشب موضوع ما نیست و من از شما خواهش میکنم که منتظر باشید تا در برنامه مرتبطی شرکت کنید، چون به نظر نمیرسه خیلی راجع به بحث قیمت ها مایل باشید صحبت کنید. اما کلی ویدیو به دستمون رسیده بود، حالا تو بعضیا اسم فروشگاه های خاص، مغازه های خاص بود، اجناس خاص بود، کالای خاص بود، ما دو نمونه رو انتخاب کردیم. این یکی هم یکی از اینها هم یه اسم خاص توش هست، اما این به این معنی نیستش که فقط اون یه مورد بوده. این دو نمونه رو فقط انتخاب کردیم از مجموع چندین و چند ویدیویی که به دستمون رسیده. دنبه گوسفند 50 گرم نمیشه، 7 تومن دادن. منم گفتم بفرستم برای شما که شما پخش کنید. مایه دستشویی پریل میگن دلار از اون شد 10-9 تومن، ولی علی رغم ارزونی دلار ما مایه دستشویی خریدیم 7550 تومن. سری هم به شیراز بزنیم. آقای نادر سلام، از شما بشنویم آیا بعد از اینکه چند هزار تومانی ارزون شد دلار، شما شاهد ارزونی در هیچ کالایی، خدماتی، جنسی بودید؟ کما اینکه وقتی که داشت گرون میشد هر روز داشت قیمت ها بالاتر میرفت. ضمن عرض سلام خسته نباشید خدمت شما و همه همکارانتون. ببینید اقتصاد زیر ساخت کار ندارد، ما تولید نداریم. معلومه که وقتی که دلار بره بالا که ارزش پول ما در از پایین میاد، مسلماً بار روانی اجازه نمیده، همه وحشت دارن دوباره بیاد بالا. من یه سوال از همه این 80 میلیون ایرانی میپرسم، آیا کسی تا به حال تونسته دلار رو زیر 15 هزار تومان بخره؟ باور کنید نیست. اصلا همه صرافا رو تابلو زدن 10000 تومان خریداری، 10200 فروشنده، ولی شما 50 تا 100 تا صرافی رو سر بذارید نیست، وجود نداره. پس دلار عملا با سیستم کازه پایینش آوردن. یک مطلب بعدی، شما بزرگترین کارخونه های ما تماما تعطیل شده. کارخونه آزمایش با اون سابقهش، کارخونه ارج با اون سابقه و عظمت 50 سالش. ببینید 40 سال پیش چین انقلاب اقتصادی ایجاد کرد که 10 روز پیش سالگردش بود، جشن گرفتن. ما هم 40 سال پیش انقلاب کردیم، چه به صنعتمون اومده، چه به زیر ساختار اقتصادمون اومده. دلار هم 7 تومن بوده، الان از دید من نرخ واقعی دلار 15 تومنه و مسلما در سیر سعودی دوباره افتاده و داره میاد بالا و تا عید انشالله که نشه این اتفاق نیفته، چون همه نابودن. واقعا بیشتر از این فشار رو مردم نباید باشه، ولی من نظرم اینه که دلار فکر میکنم که گرونتر هم میشه دلار. بله، به 25 تومن شاید برسه. ممنونم آقای نادر از حضورتون در برنامه روی خط. آقای حمید از کازرون همراه ما هستن. آقای حمید سلام، نظر شما رو بشنویم. درود بر شما و بینندگان عزیز. به نظر من این کار خود دولت، اینا پول کم آوردن برای فلسطین و لبنان، میخوان اینجوری جیب مردم بدبخت رو خالی کنن، پول بفرستن برای اونا. یکی دوم، من از خود مردم تقاضا دارم، خواهش میکنم وقتی میبینن یه جنسی گرون شده، آقا کم بخر. من نمیگم نخر، نمیشه نخرید، کم بخرید. من مدت پیش یه کشوری بود تخم مرغ، نمیدونم یه مبلغ جزئی گرون شده بود، اینقدر مردم تخم مرغ نخریدن تا اون شرکت برشکست کرد. تخم مرغ مثلا از قیمت واقعی خودش هم ارزون ترش کردن، بعد مردم شروع کردن به خریدن. وقتی حکومت میبینه ما مردم به هم دیگه رحم نمی کنیم، ما مردم به هم دیگه احترام نمیذاریم، خب مسلما اونم سوء استفاده میکنه، اون هم دیگه حالا خرجش زیاده، کلی ای حزب الله لبنان و ای برابر حقوق میدن، بالاخره زیر پوشش حمایت اینان هم پول میخوان و مردم باید کمک هم دیگه کنن. به نظر من، حالا من نمیگم نخرن کلا، بله متوجه شدیم، گفتید که حالا در جاهایی میتونن صرفه جویی کنن و زیاد نخرن،
این راهکار آقای حمید بود. البته خیلی امشب راجع به راهکار صحبت نمی‌کنیم، می‌خوام ببینیم که سرش چیه، جریانش چیه. یه دونه اشاره فقط بکنم به یه کامنت خیلی مشترک، نظر خیلی مشترک، بعد دو تا فایل صوتی پشت سر هم می‌شنویم. راجع به خیلی‌ها پرسیدم اصلا مگه تا حالا دیدید چیزی ارزون بشه؟ منظورمون از ارزون شدن همون کاهش نسبی است. حالا ممکنه پارسال یه جنسی مثلا بوده 3000 تومان، بعد شده 10000 تومان، اگر بشه 9000 تومان هم باز ارزون شده دیگه، چون به صورت نسبی حساب می‌کنیم. اما این دو تا فایل صوتی رو پشت سر هم بشنویم. رابطه دلار و خدمات و قیمت کالاها داخل ایران رابطه خیلی مستقیمی با هم دیگه دارن، ولی برعکس زمانی که قیمت‌های دلار پایین میاد، این قیمت اجناس و خدماتی که خیلی طول می‌کشه تا بخواد تغییر کنه. و این سیاست‌گذاری غلط و اشتباه و عمدی دولت هستش برای پر کردن خلاهای قول معروف بودجه‌ایش. و من واقعا واسه این دولت و این حکومت و این حکمرانا متاسفم که اینطور دست تو جیب مردم کردن برای تسویه حساب. من از شمال ایران تماس میگیرم. تو ایران دلار ارزون بشه قیمت‌ها بالا میرن، اگه گرونم بشه باز قیمت‌ها بالا میرن، پس هیچ تأثیری تو معیشت مردم نداره. یه عده کمی سود میبرن، مردم ضعیفم که ضعیف و ضعیف‌تر میشن، پولدارم که پولدار و پولدارتر میشن. اینم عدل این حکومت جمهوری اسلامیه. دوباره سری به ترکیه بزنیم. اینوار آقای رحیمی همراه ما هستن. آقای رحیمی سلام، میخوام سوال رو از شما به این شکل بپرسم، چون شما هم در کشوری دارید زندگی میکنید که در ماهای اخیر نرخ دلار توش چند برابر شد، اما آیا این اتفاقات توی ترکیه هم افتاده؟ اونجا اوضاع به چه شکله؟ سلام جناب صمد بیگی، خسته نباشید. متشکرم. نه، اینجا تا یک حدودی قیمت ها تکون خوردش که دو مرتبه برطرف شد، به اون صورت مشکلی پیش نیومد. مثلا چه میدونم یه نون یه تله‌ای دو تله‌ای مثلا همونقدر موند، یا چه میدونم ماست و پنیری که در حد 4-5 تله بودن اونا در همون حد موندن، یا اونا هم چند برابر شدن؟ نه، مثلا یک ماستی که بودش 1.75 الان شده 2 لیر، یک نونی که 75 کروش بود الان شده 1.25. زیاد تفاوتی پیدا نکرد. در همیشه به همین شکل هم قیمت دستمزدها همه رفتش بالا، یعنی جوری شدش که مردم تونستن با اون 5 لیر 10 لیری که اضافه میگیرن در عرض روز اون خلأو برطرف بکنن. خب چه جوریه که ترکیه میتونه و ایران نمیتونه؟ این تفاوت در کجاست از نظر شما؟ تفاوت در اینه که باید دولت منافع مردم رو به منافع دولت تشکیل بده، یعنی دولت بعد اول به فکر منافع مردم باشه، بعد به فکر منافع خودش باشه. در ایران نه، در ایران دولت فقط به نفع خودش داره کار میکنه و اون ایدئولوژی که داره اصلا به فکر مردم نیستش که مردم چطوری میخوان زندگی بکنن. اینها میان معیشت مردم و زندگی مردم و فدای سر حزب الله لبنان میکنن، فدای سر حوثی‌های یمن میکنن و فدای سر بشار اسد میکنن و اصلا براشون مهم نیستش که مردم چطوری میخوان زندگی بکنن. هر وقت دولت منافع مردم رو ترجیح داد به منافع خودش، اون موقع این مملکت پیشرفت میکنه. در غیر این صورت همین آشا همین کاسه. متشکرم از شما آقای رحیمی. اجازه بدید با آقای علی از سنندج صحبت کنیم. آقای علی در سنندج چه خبر؟ آیا اونجا ارزونی رخ داد بعد از اینکه چند هزار تومانی دلار کاهش قیمت داشت؟ سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همچنین تبریک میگم سال نو رو خدمت هموطنانمون که صدای بنده رو میشنوند. تغییرات قیمت در سنندج به اون مساوی که شما فکر میکنید که به محض اینکه پایین اومدن دلار، نه، متاسفانه همچین قصدی وجود نداره که اگر قیمت دلار پایین اومد بلافاصله اجناس هم پایین بیاد. چجوری پس وقتی دلار میره بالا همون روز همون ساعت قیمت میره بالا؟
ببینید آقای صمد بیگی، اقتصادی که ناسالم باشه، اقتصادی که توش نظارت نباشه، اقتصادی که مبتنی بر علم نباشه، همین اتفاقا خواهد افتاد. متوجه هم شدید؟ در رابطه با اون که چرا قیمت پایین اومده، قیمت دلار ولی اجناس پایین نیومده، شما میدونید که بزرگترین تاجر کشور ما خود دولته. اگه خود دولت هم نباشه، شبه دولتی ها هستن، شرکت های هستن رابطه به بنیاد ها که از رند های خاصی استفاده میکنن و اینا قصد این که اصلا اهدافشون به دست آوردن منفعت پوله، هدفشون کمک به مردم نیست. ببینید در بودجه سال 97 رقمی که برای دلار تعریف کرده بودن و تو مجلس قانونگذاری تصویب کرده بود قانونگذار، حدود 4180 تا 4200 تومان بود. حالا قیمت به 20000 تومان رسید. این دلار رو شاید 5% مردم عادی از طریق صادرات به دست بیارن، 95% منابعش دست خود دولته. پس وقتی که دولت خودش عزمی برای پایین آوردن قیمت نداره، تجسید با اون خلاهاش رو پر میکنه، با اون حقوق کارمنداش رو پرداخت میکنه، قطع بیقین این قیمتی هم که تو بازار هست یه قیمت دستوریه. و شما هم من چند روز پیشی که از دوستم یه مقداری ازم طلب داشت دلار رو، رفتم تو صرافی ها، هیچ کنونشون با اون قیمتی که اعلام کرده بودن حاضر نشدن به من دلار بفروشن. بله ممنونم آقای علی، این نکته بود که در کامنت ها هم زیاد بهش اشاره شده بود، میگفتن یک رقم نمایشیه، شاید بشه گفت فقط میگن این رقمه ولی کسی نمیفروشه به این رقم. خانم نرگس از زاهدان، به شما سلام میکنم. در زاهدان چه خبر؟ اونجا ارزونی اتفاق افتاد؟ سلام آقای جمدیکی، خسته نباشید. متشکرم، بفرمایید. ممنون از شما که این برنامه های خوبتونه میذارید. خواهش میکنم آقای جمدیکی. همه جا قیمت ها روبه سعوده، یعنی دست مردم کلن خالی شده. اونهایی که بازرگان و تاجر هستن که خیالشون راحت شد، سرشون راحت روی متکاشون میذارن، ولی کسانی که کارمند جزی هستن، یک حقوق تو خونه هسته، دو تا حقوق تو خونه هسته، نمیتونن زندگی راحتی داشته باشن. قیمت ها به عرش اعلا رفته. عذر میخوام وسیله ای الو بفرمایید خانم نگه، صداتون پخش میشه. یه وسیله ای از مغازه میگیریم، میگیم که مغازه بغلی مثلا یه 5 تومن 10 تومن کمتر میده، میگه خانم این اون از جلوتر داشته. از جلوتر یعنی چی؟ قیمت الان چند ماهی که دلار رفته بالا، یه حرفایی میزنن که اصلا مشتری رو مثل این که حالو حساب بکنن. آقای صمد بیگی مثل این که اصلا از قیمت ها ندونن. بله فقط خود مغازداران از قیمت ها میدونن، ولی مشتری رو عذر میخوام ببخشید که حرف رو میزنم، حالو دارن. پس شما در واقع فروشندگان و تاجران و صاحبان در واقع صنایع رو هم مقصر میدونید در این وضعیت؟ بله متشکرم خانم نرگس از اینکه در برنامه روی خط حاضر شدید. دیگه داریم به اواخر برنامه نزدیک میشیم، خود سرعت باید ببریم بالاتر. دو تا فایل صوتی پشت سر هم گوش بدیم. من سعی میکنم که با سرعت بیشتری نوبت بیشتری به شما برسه در ادامه برنامه. رو به قوز فرنگی یا قوز فرنگی چه ربطی به دلار داره؟ گوجه‌فرنگی کشاورزیه، میکاره برمیداره میاره تو کارخونه رب میکنه میفروشه، این چه ربطی داره؟ پارسال این کیلویش 7-8 تومن بود، امسال شده کیلویش 30 تومن، این چه ربطی به دلار داره؟ خب الان دلار که اومده پایین، چرا رب نیومده پایین؟ چرا اون یکی نیومده پایین؟ چرا اون یکی نیومده پایین؟ اینا رو اینا کم آوردن، اینا دیگه از همه جا خوردن، تموم شده دیگه، دست به جیب مردم کردن اینا. این قیمت دلار با کالا هیچ چیزی با هم ندارن، ربطی با هم ندارن. یعنی منظورم اینه که وقتی که دلار ارزون شد، کالا نه تنها
ارزون نشد گرونتر هم شد. به عنوان مثال مرغ بود کیلوی 8 تومن زمانی که دلار 18 تومن بود، الان که دلار شده 10 تومن مرغ شده 14700 تومن. اینا همش بازی های خودشونه، فقط جیب خودشونو پر میکنن و به مردم فشار میارن و به بهانه اینکه مگه سر دارو دروغ نمیگفتن، میگفتن به خاطر تحریم آمریکا دارو نیست. اینا همش این رژیم از روز اول با حق و ریا اومده و این حق بازی هم ادامه داره. آقای رضا از ایران سلام به شما. شما چی فکر میکنید چرا وقتی که دلار گرون میشه قیمت اجناس و خدمات هم میره بالا، اما وقتی دلار یه چند هزار تومانی میاد پایین دیگه هیچی ارزون نمیشه؟ ضمن عرض سلام و آرزوی تندرستی برای شما و مخاطبان برنامه، آقای صمد بیگی، اقتصاد ایران رو شما نمیتونید با متر و معیارهای علم اقتصاد آنالیزش بکنید. حالا شما گفتید اتفاقا دلار اومده پایین ولی بعضی کالا رفته بالا. همین دو روز پیش اعلام شد رسما که قیمت انواع نان هم در کشور افزایش پیدا کرده و قرار رسما افزایش پیدا بکنه. ببینید تا حالا قبل از اینکه این بازی های دلار شروع بشه، تقریبا تا حدود 20 سال پیش طبق برنامه بندهای برنامه توسعه اقتصادی قرار بود که حامل های انرژی به ویژه بنزین به صورت خاص 10% افزایش قیمت داشت. در نتیجه شما فروردین سال بعد یعنی عید که شروع میشد، قیمت ها به صورت افسار گسیخته بین 30-40 تا بعضن 50% افزایش پیدا میکرد و ربطش میدادن به افزایش قیمت بنزین. بازی دلار که شروع شد شما نگاه بکنید، الان اعلام شد تو همین قانون بودجه دولت اعلام کرده که من 11.5 میلیارد دلار با ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص دادم. قطعا تو بودجه گذشتم همین بوده، ولی چرا کالاهای اساسی ما همه بین 100-150% افزایش قیمت داشتن؟ پس این چه ربطی داره؟ اون که داره 4200 تومان داره میگه من برم قیمت در واقع دلار دولتی دارم به این میدم. شما نگاه بکنید ببینید بازی گوشی تلفن همراه، دقیقاً برج دوی امسال ما یه داستانی داشتیم، هر روز تو صفحات مجازی و تلویزیون اعلام میشد که آقا 600 هزار گوشی تلفن که با ارز 4200 دلار وارد شده تو گمرک بوده، وارد کنندگانش هم محاکمه شدن، کمای زندانشون هم دادن دستشون، ولی اینا هنوز ترخیص نشده. سال میلادی هم تموم شد، اینا هنوز تو گمرک، قیمت‌های موبایل هم کاذب بالاست. اون چی که مسلمه تو ایران هیچ رفت، الان بعد از چیزا اومده گفتم اینو من یه چیز خدمتتون عرض بکنم، اگه کسی از اقتصاد ایران آشنایی واقعی هم میدانی هم علمی داشته باشه، ما مواد اولیه‌مون حداقل ما خیلی نیازش کمه. الان شما نگاه بکنید پتروش، ما یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات پتروشیمی دنیا هستیم، بعد از نفت بیشترین ارزو میاره، ولی همین محصولات پتروشیمی که دی حدود ده ها محصول ازش تولید میشه، تو همین ماه عاشورا تا سوهای امسال قیمت ظروف یک بار مصرف وسط هم بین 200% افزایش، اصلا ربطی به خارج نداره. در واقع باندهایی که وجود دارن، سوء استفاده هایی که داره میشه و متاسفانه پشت پرده هایی که بعدها شما متوجه میشید چه ها بودن، باعث افزایش لجام گسیخته قیمت ها. ممنونم از شما آقای رضا. بریم و صحبت های آقای صحنه ای از ایران رو بشنویم. خدمت شما سلام عرض میکنم. سلام عرض میکنم. سلام بفرمایید. سلام مردم عزیز، انشالله که همه حالتون خوب باشه. خدا رو هزار مرتبه شکر که با همه این سختی ها روحیه بالایی دارید. اگه یه مقدار با انرژی مثبت صحبت نکنه آقای صحنه دیگه من دست ما ناراحته. انشالله که همه سالم باشید و با این مشکلات بتونیم کنار بیاید. یار صحنه دیگه صحنه نزدیک این که مشاهده نزدیک این بیستونه و من خواستم فقط اینجور معرفی داشته باشم، راجع به برنامه تون صحبت کنم. خدمتون آرزم که دلار یک بهانه هست، دلار یک ابزاره. الان کسی که دلار رو بتونه که نیست، یعنی گفتن هم کسی دیگه فضایی دارن دلاری رو نمیشه به این قیمتی که میگن تهیه کرد. یک عنوانه خدمتون آرزم که ما نمیتونیم به هیچ عنوان شاهد باشیم که قیمت ها بیاد پایین مگر در ایران زندگی نکرده باشیم. شما از این در طی این 40 ساله شده یک بار بگن فلان کالا فلان خدمات اومد پایین، اینم انتظار نداشته باشید. خواهش میکنم مردم به فکر حالا به بعد باشید.
بشینید با همین ساختار زندگی کنید. این یک فکر غلط من تجربه نداشتم از کسی دیگه تجربه شو بگیرم. مگه شده یک بار ما تجربه کنیم که کالایی اومده، کالایی که فلان شرکت فلان فروشگاه با این قیمت تهیه کرده، مگه نیاز ضرر بده یا دولت میذاره ضرر بده؟ نه اصلا به کنه تجربه یه ذره دیگه فکر کنیم که انشالله اینا اصلا ریشه کجاست و امکان نداره. یه نظرم بالا باید منطقی تر فکر کنیم ببینیم اگه میشه نمیشه چه خودمون. خیلی ممنونم از شما که با این انرژی خوب از شهر زیبا و تاریخی صحنه با ما تماس گرفتید. صحبت‌های آقای علی از پایتخت ایران تهران رو بشنویم. آقای علی سلام، شما چی فکر می‌کنید؟ آقای علی؟ الو. سلام، بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید آقای علی، صداتون پخش میشه. سلام علیکم. خوبی آقای صمد جیگی؟ متشکرم. سلام دارم خدمت همه ایرانیان، همه کسایی که میشنون. دلار بهونه، بگو دلار فقط یه بهونه است واسه سرگرم کردن مردم. از حضور شما حافظ 700 سال 800 سال پیش گفته چه شورست که در دور قمر میبینم، اما آفاق پر از فتنه و شر میبینم. دختران را همه در جنگ و جدل با مادر، پسران را همه بدخواه پدر میبینم. تا الی بعدش شعر حافظ نیست ولی نتیجه گیری شما رو بشنویم. از حضور شما این بعد از انقلاب از کل حافظا جمع شد. از حضور شما بیت آخر میگه پند حافظ بشنو خواجه برو نیکی کن که من این پند و از گنج گوهر میبینم. غرض فقط اینه که ما ملت ایران فقط یک پارچگی داشته باشیم، با همدیگه باشیم، به همدیگه محبت بکنیم، با همدیگه خوب باشیم تا بتونیم غلبه کنیم بر سیاهی، تا غلبه کنیم بر نابودی، نابود کننده هایی که اومدن ایران رو نابود کنن. بله ممنونم از شما. حالا میگم خیلی بحث راه حل و راهکار و چاره رو امشب نداریم، ولی ما چند تن از بینندگان ما ترجیح دادن بیشتر در این مورد صحبت کنن، اما هنوز فرصت هست. یه فایل صوتی بشنویم. آقای احمد از تهران برامون فرستاده، برمیگردیم با صحبت‌های کوتاه شما. ان شاءالله که نوبت به تعداد بیشتر از اونایی که پشت خط موندن میرسه. در کشور ما همه چیز وارونه است. زمانی که قیمت دلار حدود 19000 تومان شده بود، گوشت کیلویی 70000 تومان، مرغ کیلویی 11000 تومان و اجناس دیگر هم تقریبا به همین منوال بود. اما حالا که دلار به مرز 10000 تومان رسیده، گوشت 80000 تومان، مرغ 13500 تومان و خیلی از اجناس به همین میزان بالا رفته. چرا؟ چون هیچ نظارتی بر روی اجناس صورت نمیگیرد. البته ناگفته نماند که بنده فکر میکنم به خاطر این است که نرخ دلار بیشتر دستوری است تا واقعی. همین دیروز خودم برای خرید 5000 دلار به فردوسی مراجعه کردم و به هیچ عنوان نتوانستم بخرم. هر جا مراجعه کردم گفتن ما خریداریم نه فروشنده. خب معلومه وقتی وضع این گونه باشد فروشنده هم امنیت روانی ندارد که قیمت ها را پایین بیاورد. آقای کوروش از فارس سلام، شما فکر میکنید چرا اینجوریه وضع؟ با درود سلام خدمت شما آقای صمد بیگی، خسته نباشید. متشکرم، ممنونم. آقای صمد بیگی، من خواستم قیمت اجناس الان خدمتتون عرض بکنم. قیمت اجناس الان دلاری که دارن میگن دلار، من نمیدونم دوستان که حسابی دارن میگن دلار 10 تومن 12 تومن. دلار تو شیراز سر چهارای زن الان شما داشته باشی 13200 ازتون میخرن، 4 نهایت ازتون میخرن، 15 و 300 بهتون میپوشن. شیر و لبنیات، قند و شکر، یعنی شما شیر که 900 گرم بوده گرنش 800 گرم 1100 تومن بوده گرنش 2200، پنیر که 1200 تومن بوده گرنش الان خودش جلو من الان گرفتم 4600. مرغ اونجا هم گرون شده، اونجا هم مشکل دسترسی به مرغ و گرونی شده دارید؟ چهارشنبه رفتم مرغ و پشت ماشین بودم، ترافیک نتونستم بگیرم، دیدم زده 11300. اومدم طرفای منزل خودمون، بعد شبش رفتم بگیرم 13800 در عرض یک روز. در عرض یک روز فقط؟ در عرض یک روز. تخم مرغ، یک شونه تخم مرغ که شما بخواید بخرید 2 کیلو که بشه میشه 26000 تومان، کیلو 13000 تومان. بله. گوشتی که برزیلی هیچ کس نمیخورد
معذرت میخوام واژه میگم رو سگ مینداختن، گوشت برزیلی گذشته کیلو 78,000 تومان. بعد بهش میگم گوشت گوسفند گوساله، میگه فرق نمیکنه، اینا با استخون و دنبه 300 گرم میذارم روش کیلو 89,000 تومان. اگه راسته بخوایی که دومینار شواشه 110,000 تومان. بله ممنونم آقای کوروش. یعنی در واقع ارزونی که نشده، همینطور گرونی ها هم ادامه داره. متشکرم از شما. ببینیم روایت آقای احسان از اصفهان چیه. آقای احسان سلام، اصفهان هم از همین خبر هاست. سلام علیکم. سلام، بفرمایید. تسلیم باشید. متشکرم، بفرمایید، وقتمون هم خیلی کم. اصفهان، تهران، شیراز، همه همینه قربان، همه چی گرونه، همه چی گرونه. مردم با برج 1,500,000 تومان خدا شاهد 1,500 به 5 روزشون هم نمیرسه. و به نظر من، هر کی نظر داره، بیاین مردم 1 هفته خرید نکنن، مرغ نخرن، گوش نخرن، تخم مرغ نخرن، مجبور میشن بیارنش پایین. پول آب و برق ندن، پول گاز ندن، میاد پایین. وقتی خود مردم استقبال میکنن مرغ که به 14,000 تومان میرن میخرن، البته فردا میکنن 15,000 تومان، میگن خیلی اینا مردم نیست، به صلاح خیلی عوض میکنم ساده ای هستن، بذار بسونن همه کسان. شما خودتون حاضرید شخصا مثلا 1 هفته هیچی نخرید؟ بله بله حاضرم، خدا شاهده حاضرم. و ببینید عربا، عربای چی، عربستان چه روز مرغ نخریدن، مرغ دوباره اومد رو قیمت باقی خودش. متشکرم آقای احسان. آقای احسان هم پیشنهاد میکردن که باید مردم یه حرکت متحدی انجام بدن در مقابل این گرانی ها، و یعنی همینجور ادامه پیدا میکنه. آقای نصیری از آستارا، وقتمون خیلی کم، ممنون میشم شما هم خلاصه نظرتون رو بفرمایید. ممنون تشکر با تو آستارا. بفرمایید آقای نصیری. سلام، خسته نباشید. من مفتشون هستم، قربان برم، براشون مزاحم شدم. این که هرچه هست اینا میگن که قیمتش میاره پایین، پایین نمیاد. دلارش مثلا میشه که 19 تومان، اون موقع گوش کیلو 60 تومن بود، الان دلار شده 10 تومن، گوش شده 85 تومن، مرغ شده 14,300 تومن. این هر کس دست دولته، همه چیز درو میگه، به دولت میگه این همه شو. خب یعنی این هر چیز دولت میگه، همش این کار دولته، مثلا هیچ ارزون نمیشه. منظرم خواهم فقط نون بود، نون آدم 300 تومن دونه آورده بالا، دونه 300 تومن گرس نون روش. درسته، یعنی شما فکر میکنید که همه تقصیر دولته؟ چون یه بیننده، یه خانمی زنگ زده بود میگفت نه فروشنده ها مقصرن. نه چه بودن فروشنده مقصر، من یه نفر فروشنده هستم، ماهی میفروشم. الان ماهی در میار از دریا به من میدن که 70 تومن، باید کیلو 10 تومن من بخورم یا نخورم. الان امروز 80 تومن میخواستم بفروشم، یه دونه دست نکردم، کسی صورت نداره بخره. درسته، یعنی فروش بازار هم کساد شده دیگه، یعنی فروش خیلی اومده پایین. هیچ بابا، مثلا می که میخوای یه چیز بخوای کسی نمیتونه بخره. منظورم میخوام این کار دولتی همش این کار کرده. بله، متشکرم آقای نصیری که از آستارا در برنامه ما شرکت کردید. باز هم همه تلاشمون رو کردیم اما فرصت نشد. از آقای علی از خراسان، آقای عبدالصمد محبوب، خیلی بیننده دوست دارم باشم، بهشون هم فرصت نرسید، و چندین و چند نفر دیگه. عذرخواهی میکنم از شما، و ضمن اینکه از شما دعوت میکنم ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا فردا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. صدای آمریکاست.